رسیدیم به بخش نتورک جا. دم همتون گرم، از همتون ممنونم. مطالبی که هفته پیش برای ما فرستادین عالی بود، همش هم سعی میکنم استفاده کنم، همش رو که نمیتونم استفاده کنم ولی کلا یه تعدادش رو سعی میکنم گلچین کنم استفاده کنم. اونایی هم که استفاده نمیشه ببخشید دیگه، بزرگی خودتون. این هفته دوباره برامون پست بفرمایید، ما سعی میکنیم بالاخره یه جوری همه رو کاور کنیم دیگه به قول خارجی ها. عرضم به خدمتتون که دیگه خدا رو شکر مشکل دوستانم که میپرسیدن کجا مطالب طنزشون رو بفرستن حل شد، زیر همون عکسه. این هفته هم براتون یه عکس قشنگتر از اون میذارم، یه خوردم تعلیق بهش اضافه میکنم که یه خورده هیجانش بره بالا. میرم زیر میز که کسی نبینه چیکار کردم. همین عکس رو من الان پست میکنم و شما این اینستاگرام بنده است سینا ولیولا، اینم فیسبوکمه. همین زیر عکسه هر چی مطلب طنز دارید، هر چی جوک دارید، هر چی لطیفه دارید، هر چی چیز قشنگ دارید، هر چی چیز خوندنی دارید، همه رو همین زیر بنویسین، هیچ جا دیگه ننویسین، همین زیر فقط. حاضرین؟ اینستاگرام و فیسبوک برو بریم، دمتون گرم. اما بریم سراغ مطالبی که هفته قبل برای ما فرستادید. لیلا گفته مرد پرسیده نهار چی داریم؟ زن: ماکارونی. مرد: نمیخورم. زن: چطور شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه دوست داشتی خوردی؟ مامان رینا پرت کردن؟ قمر گفته دختره به فالگیر میگه من کی ازدواج میکنم؟ میگه 10 سال دیگه هم ازدواج نمیکنی. میگه تو کنو کف دستمو ندیدی؟ میگه قیافتو که دیدم. لیلا میگه آقای رفته بود خواستگاری برای پسرش، ازش پرسیدن آقای داماد چی کارن؟ گفت دیپلماته. از موقعی که دیپلم گرفته مات مونده چیکار کنه؟ رضا گفته که در حال حاضر من فقط شرایط ازدواج با دختر شمایزاده رو دارم. اون بزرگوار میفرمود دوماد ما باید شازده باشه، عاشق و دلباخته باشه، واسه دختر دلنازک ما 2-3 میلیونی انداخته باشه. خدمتتون عرض بکنم که مونا فرستاده این رو، معلم بلافاصله بعد از ورود به کلاس: سلام، سریع یه برگه سفید از کیفتون در بیارید، بالاش اسمتون رو بنویسید. 4 نفر فشار خونشون افتاد، 3 نفر غش کردن، کلی هم تلفات دیگه داریم. معلم: الکی مثلا امتحان داره. مرده به داداشش میگه خدا بهت صبر بده. برادرش میپرسه مگه چی شده؟ میگه واسه زنم یه لباس خریدم 700,000 تومان. برادر میگه اون وقت برای چی خدا به من صبر بده؟ میگه لباسو پوشیدی رفته خونه شما آخه. خدمتتون عرض بکنم که علم بهتر است یا آمپول؟ هورا، بالاخره علم موفق شد. خب من چون وقت برنامه هفته یه خورده فشرده بود فرصت نکردم تعداد زیادی از مطالبی که برام فرستاده بودین بخونم، ولی هفته بعد جبران میکنم.